أوحى به الله وحياً ففض نوراً وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا و از قرآن آنچرا که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی برادران عزیز و ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سپاس و شکران خدای را که باز با ما و شما فرصت عنایت کرد با هم در مورد مسئولیت های ما و گفتگو میشینیم این بار از استودیوی هامبورگ نی بلکه از استودیوی شبکه جهانی وصال حق از مدینه منوره با شما صحبت میکنم از دیار رسول الله صلی الله علیه و سلم ما که در سفر کوتاه عمره بودیم امرای عزیزا امروز یا امشب شب آخری ما هست فردا دوباره میریم به طرف خانه های ما تمنا میکنیم که یارب عبادات ما را قبول کرده باشی و در حق همه شما دعا کردیم خداوند فرد فرد از این امت که آرزوی زیارت خانه کعبه را دارن و زیارت رسول الله دارن صلی الله علیه وسلم خداوند درشان نصیب بکنه و شما هم به بهره نباشید. طبعا برنامه ما را دنبال میکنیم از برنامه قلبی که قبلی که بخش اولش گذشت. در اون برنامه ما از نظارت بر احوال و اوضاع اجتماع بود که خود ما چنانچه نظارت داشته باشیم و کودکان ما، اولادهای ما، شاگردهای ما هم این فرصت برشان مهیا بکنیم که حاضر و ناظر بر احوال اوضاع اجتماع باشند. طبعا این مطلب ما باید در همو آغاز دوران کودکیشان که دست چپ راستشان رو میشناسن اندیشیده میتونن تفکر کرده میتونن سر بعضی مطالبی که برشان شما پیش رویشان میبینن از همون وقت باید اینا آماده شون این جرأت پدر مادر استادان عزیز مربیان گرامی برای کودکانشان برای شاگردایشان این جرأت و این شجاعت باید بتن کنو در بیان حق و عمل حق خودشان هم بیان کرده بتونن هم خودشان عمل کرده بتونن این در تار و پود
شخصیتشان اثر داشته باشد، ریشه دوانده باشد. اونا وقتی بزرگ میشن، در اجتماع داخل میشن، اونا ادای مسئولیت کرده بتونن. شخصیت های هوشیار و حاضر در صحنه باشن که او اجتماع را اینا رهبری سالم کرده بتونن. طبعا ما وقتی که از مطالب اجتماع ما حرف میزنیم، در اجتماع خود ما هم مسئولیت داریم. همونطور که تربیت نسل آینده به عهده ما هست، خود ما در تربیت اولاد ما نمونه زنده بر اولاد ما باشیم. وقت است که ما میتونیم ادای مسئولیت بکنیم. بچه های ما را دیده ای جرأت و ای شجاعت و شهامت پیدا بکنن که حاضر صحنه باشن و نقد و نظارت کرده بتانن از خوبی ها و بدی هایی که در اجتماع هست. ما طبعا بعضی قواعد و اصولی هم باید داشته باشیم، مراعات بکنیم اونا را که در کار ما موفق باشیم، کار ما اثر داشته باشه. یکی از این کارها همی است که ما خود ما من حیث مربی، من حیث والدین بچه ها، خود ما در عمل خود ما این مسائل باید پیاده کرده بتونیم. ما یادم میاد که در بعض خانواده ها بچه ها وقتی که میاین میخواین یک اظهار نظر بکنن در رابطه به یک مطلب حرف بزنن، والدین با دستشان اونا را عقب میزنن و بعض وقتا میگن که شما کلانکاری نکنید. با شما که اجازه را داد که به یه حرف بزنی؟ در بعض بچه های استعداد میباشه که در موضوعی که صحبت میشه اینا هم نظر داشته باشن، ولی بزرگا عادت بود، البته متوجه نبودن، اهمیتش متوجه نبودن، اونا رو از اظهار نظر منع میکنن. برعکس باید که کلان های ما خود ما بچه های ما را برای گفتن رأیشان، برای گفتن نظرشان زمینه سازی بکنیم. میشه بعض وقت همون کودک ها یک حرف میزنن که از اون کلان ها استفاده کردن میتونن. بنابراین ما اگر کسی را دعوت میکنیم برای یک کار خیر یا دستش میگیریم از یک کار شر، پس خود ما در وجود ما، در عمل ما همون چیزا باشه. اگر کار بد است باید او کار ما نکنیم، اگر کار نیک است او کار ما باید خود ما پیش قدم باشیم. ما در کتاب الله میخوانیم الله مهربان برای تربیه ما مطالب زیادی را بیان میکنه. یکی از اونا همی است در سوره صف میخوانیم که بعد اعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسایی که ایمان دارین، شما چیزی را که میگین چرا عمل نمیکنین؟ نگوین چیزی را که نمیکنین. یا چرا شما میگین که نمیکنین؟ و این عمل الله عزیز خیلی مذمت میکنه، زشت مینامه. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بسیار ناپسند است، بسیار زشت است پیش پروردگار او عملی که یا او حرفی که شما بگوین و برش عمل نکنین. بنابراین ما نشه که با این کار ما موجب برانگیخته ساختن یا برافروخته ساختن خشم الهی شویم، چرا ایره الله منان ایره یک عمل زشت میدانه. پس ما وقتی که دیگران را نصیحت میکنیم، خصوصا اولادای ما را، شاگردای ما را، وقتی که به یک مطلب اونا را متوجه میشه، امر میکنیم به یک کار خیر و دستشان را میگیریم از یک کار بد، پس خود ما نمونی اول خود ما باشیم، الگو ما باشیم. در سوره بقره میبینیم میخوانیم که اعوذ بالله اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون.
مردم به نیکی امر میکنین ولی خودتون رو فراموش میکنین. کتاب میخوانین، قرآن میخوانین، ولی فراموش میکنین. آیا شما تعقل نمیکنین؟ تفکر نمیکنین؟ پس میبینیم که وقتی ما یک نسل را میخواییم ناظر بر احوال اجتماع باشه، پس خود ما اونا رو چون تشویق میکنیم، تربیه میکنیم، خود ما هم از این صفت ها برخوردار باشیم. نشوه که گپ ما گپ فقط شعار باشه و در عمل، پس از اونا منتظر نداشته باشیم که اونا باز حرف که ما برشان گفتیم و خود ما اون عمل نکرده باشیم اونا عمل بکنن. ما میبینیم در هر دو صحیحین میخوانیم، صحیح بخاری و صحیح مسلم، این مطلب میارن که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین که در روز قیامت شخصی را در آتش میاندازند، میگن که ای فلانی مگر تو امر به معروف و نهی از منکر نمیکردی؟ مردم شاهدش بودن این حرفا را میزدی، آدم مردم از کار بد منع میکرد و کار خوب دعوت میکرد، مردم امر میکرد، ولی حال خود از این در دوزخ انداختن. میگه بله میکردم این کاره، اما خودم نمیکردم. اگر دیگران را امر به کار خیر میکردم خودم نمیکردم، اگر دیگران را از کار بد منع میکردم باز خودم کار میکردم. نعوذ بالله. سزاوار آتش جهنم بوده این شخصی که دیگران را میگه و خودش نمیکنه، گرچه به نفع دیگران حرف باید از یک بهره میگرفت، اما چون خودش عمل انجام نداده پس گپش هم مورد پسند الله نیست، هیچ پاداشی از این نگرفته، برعکس خدا مستحق جزا ساخته. پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم در شب معراج وقتی صحبت میکنن که قوم را دیدن که لبانشان با قیچی آتشی میبرن، از جبرائیل علیه السلام پرسان میکنن رسول الله صلی الله علیه وسلم که اینا کی هستن؟ میگن جبرائیل علیه السلام که اینا سخنرانای امت تو هستن، واعظا هستند، نصیحتگرا هستند، سخنرانی میکردند، سخنرانای امت تو هستند که حرف میزدند اما عمل نمیکردند. نعوذ بالله. کتاب خدا را میخواندند ولی به او عمل نمیکردند. ما از گذشته های خود ما بسیار مطالب داریم. بزرگای ما، سروران ما که اونا نمونه هایی بودند برای ما، اونا هم میبینیم در سیره هایشان، در زندگی نامه هایشان که اونا وقتی کسر دعوت میکردن بر کار خوب خودشان رو کار انجام داده بودن، اگر کسر منع میکردن خودشان قبلا از او کارا دستبردار شده بودن. یک مطلب را میخوانیم در اینجا که حضرت عمر رضی الله عنه هستن در وقتی که خلافت میکنن، هیچ وقتی مردم به کار عمر نمیکردن که پیش از خودشان کار نکرده باشن و یا کسی را نهی نمی کردن، منع نمی کردن از یک کار که تا او کار اول سر خودشان تطبیق کرده بودن. در اینجا می آید که میگن به منزل میرن رسول عمر رضی الله عنه به اهل بیتشان میگن که ای مردم، اهل ما، فرزندان ما، خانم، ما حال میرم بر مردم یک مطلب را برشان گفتنی هستم که ای کار بکنن و ای کار نکنن. اول بر شما میگم، شما امو حرف را که حال میخواین بر مردم بگوین بر اهل بیتشان میگن و اونا را تهدید میکنن که اگر ای حرف را که بر شما میگم اگر ای را شما عملی نکرده بودین باز بر شما برخورد شدید خواد کردم. چرا؟ ما ای گفت حال میرم بر مردم میگم. سبحان الله، چقدر دوراندیش بودن، چقدر آرزو داشتن که درک کرده بودن که حرفشان حرف هست که باید عمل شوه برش، به خیر مردم است، به خیر اجتماع هست. پس او را اول سر خودشان تطبیق میکردن، سر اهل و عیالشان تطبیق میکردن.
بعد از او باز میرفتن بر مردم میگفتن، طبعا ای اثر داشت چون خودشان ایره با اخلاصی حرف میزدن، با صمیمیتی حرف میزدن، باور داشتن که حرف به خیرشان است، پس او اول سر خودشان تطبیق کرده بودن، بعدش میرفتن بر مردم بیان میکردن و مردم با جان دلشان میپذیرفتن. ما یک کسی از آشناهای ما بودن، خود پدر از او فامیل بسیار سیگارت میکشید. یکیش وقتا که فیلتردار نبود یا سهولت نبود در روشن کردن، البته یا نمیخواستن اصلا دوام از این دود قطع شود، وقتی یکیش نزدیک خلاصی میشد دیگر وصل میکردن، روشنش میکردن با گل آتش او سیگارتی که قبلا در حال نوشیدن بودن. این که خلاص میشد دوباره او وصل شده بود و برای بچه هایشان میگفتن که اونا رو تهدید میکردن، ببینین میفتن حال پدرتانه، ما چقدر وضعم خراب است. وقت سرفه میکرد از دل جگرش مثل که دود میبرامد، خراشیده میشد، تمام وجودش میلرزید، میگفت تمام این مصیبت ها رو همین سیگارت برای ما آورده، همین دودی که میکنم، اوش کنین شما این کار نکنین. شاید بچه های اگر دیشتان میگفته باشن که پدر ما عجب است، اگه این بده است، اگه از این ضرر دیده، خب چرا این هنوزم با خودش داره؟ شما باور کنین که بچه ها هیچ کدامش او حرف پدرش نشونیده بودن، عمل پدرش ندیده بودن، همه گیشان دودی بودن، همه گیشان سیگارت میکشیدن. سبحان الله. پس اثر یک حرفی که به او عمل شوه چیزی هست و که عمل نشوه چیز دیگه هست. ما میبینیم از بزرگان ما مالک ابن دینار هستن، میگن هر وقت ما یک حدیثی بود که او را میخواندن و متن حدیثی بود که هر بنده ای از بندگان خدا سخن بگوید، خدای تعالی در روز قیامت از او خواهد پرسید که قصد تو از بیان این سخن چی بود. سبحان الله. در حدیث همی میاد که الله متعال از بنده ها پرسان میکنه، هر سخنی را که میگن، هر حرفی را که میزنن، الله عزیز در روز قیامت پرسان میکرده که بنده قصد تو از گفتن این سخن چی بود، چرا این را بیان کردی. وقتی که مالک ابن دینار میگن من این حدیث به یاد میامد، گریه میکردم و بعد میگن که از خودم پرسان میکردم، آیا فکر میکنید چشمم به این سخنرانی خودم روشن میشود؟ سبحان الله. اونا واعظ بهترین واعظ بودن، بهترین شخصیت پرهیزگار عالم ربانی بودن که مردم از اونا فیض میگرفت. آل اینا تشویش دارن که در روز قیامت اگر مرا الله پرسان کنه که تو قصد از این سخنرانی چی بود؟ میگن من آیا با شنیدن از این سؤالی که الله از من بکنه، آیا من دلم روشن میشه؟ جرات خود کردم که چیزی بگویم؟ میگن در حالی که میدانم در روز قیامت پروردگارم از من سؤال میکند که قصد تو از این موعظه چی بود؟ من چی خواد گفتم؟ میگن من خواد گفتم که یا الله، تو بر قلبم شاهدی که اگر میدونستم گفتن آن کلام برای تو خوشایند نیست، هیچگاه آن را برای دو نفرم نمیگفتم. ولی اونا پیش خودشان را اطمینان دارن که من یه حرف را که میزنم انشاءالله مورد پسند الله باشه. مورد پسند الله چی وقت میشه؟ که او عمل کنه انسان و او را وقتی میگه عملم کنه. اونا شخصیت های بزرگوار بودن که حرفایشان با عمل یک جا بود. پس وقتی ما دعوت کننده هستیم، یکی از ادب والای اسلامی هست که ما وقتی دیگران را پند و نصیحت میتیم، اول پند و نصیحت بر خود ما بید. ببینیم چقدر کسایی که
یا قصدن میگن یا ناآگاهانه میگن یا گپای دشمنان رو میزنن، میگن نماز میخونه باز دروغ میگن، نماز میخونه باز غیبت میکنه. سبحان الله، اونا میخوان نماز زیر سوال ببرن. نماز خانه ما دیدیم در کنج مسجد نشسته یا مسجد در کنجش شگاف کرده، ولی اعمالش کلگیش خلافه از او حرفای است که میگن. بعض وقتا یکان کس که حج میره و باز میایه و اگر تغییر نمیکنه، حاجی که حج رفت باید که در او تغییر بیایه، کسی نباشه که روزایی که پیش از حج بوده حاله با الله تعهد کرد، آمد خودش به چقدر مشکلات زد که خدا او را ببخشه، وقت حجش مورد پسند الله شوه، او کسی شوه که مثل نو از مادر تولد شده باشه. برعکس میگفتن حاجی پیش از حج مار بود، وقتی که حج کرد آمد آل اجدرها شده. سبحان الله، نعوذ بالله. ای امی عبادت حج زیر سوال میبرن. و شعر هست که والله علم شاعرش کدام بزرگوار بوده که واعظان چون جلوه در محراب و منبر میکنند، وقتی که باز به خلوت آمدن کار دیگر میکنند. همو هست که حرفشان شعار است، صرف شعار است، ولیکن ای وقتی که ما بر اولادای ما زحمت میکشیم، اونا را ای جرأت میتیم، ای حقگویی رو برشان تشویق میکنیم، شجاعت گفتن حق برشان میتیم، پس اونا شخصیت هایی باشن که وقتی که حق گفتن عمل هم بکنن. اگر گفتن باشه و عمل نباشه باز اثر نمیکنه. ما مطلب دیگیره که در گفتن حق یا نظارت بر اجتماع میداشته باشیم، مردم ما را متوجهش می باشیم، ما حول ما را متوجه می باشیم، درون خانه ما متوجه می باشیم که اگر یک کار را من می کنیم یا یک کار را تشویق می کنیم که کار انجام شود، باید اولا او کار را باید ما بفهمیم که راستی کار هست ناپسند و یا آیا کار پسندیده هست که ما این را تشویق کنیم، به مردم دستور بدیم که کار انجام بدن یا اونا را جلوش را بگیریم. ما در این هم باید علم داشته باشیم. کارهایی هست که اهل علم، فقهای ما، بزرگوارای ما، علمای عزیز ما اتفاق کردن در پسندیده بودنش و ناپسند بودنش. ما اگر در بین علمای ما در این رابطه یک مطلب که کسی بگه این پسندیده است، کسی بگه که ناپسنده است، باز ما احتیاط کنیم، همون چیزایی را که اتفاقی از بگیریم، همون را اگر یک کس انجام داد مورد تأیید بزرگوارها بود، علمای ربانی ما بود، علما هم تشویق کنیم که دیگر را انجام بدن. ما در کارهای فقهی هم داریم، در کارهای روزمره ما هم که میبینیم بزرگوارا کارها را پسند کردن، بعضی گفتن ناپسند هست، کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما وقتی که از یک هوشیاری و ذکاوت خاص بهره مند باشیم، ما وقت تشخیص کرده میتونیم که ما چی رقم برخورد کنیم، کدام کارها را منع کنیم، کدام کارها را دعوت بکنیم. بنابراین او کسایی که بعض خردگیری ها را از این مطالب بسیار فرعی را منع می کنن، حتی در عبادت ها شما وقتی می بینین یک کسی بسیار مسائل هست، متاسفانه حال هم واعظا از خودشان اجتهادات خودشان می کنن، فقه ها هم آل پیدا شدن، مفتی ها هم پیدا شدن، این صفحاتی که در تلویزیون، در اینترنت هست یا در تلویزیون هست یا در موبایل ها هست، در جوال هست، در هندی هست، میبینیم هر کسی از خودش یک طریقه و شیوه خاص را برای اعمال پسندیده و ناپسند تیار میکنه.
این سبب میشه که در بین امت جنجال جور شود، هرج و مرج جور شود. مردمایی که از علم کمتر بهره دارن اونا سراسیمه شون که کدام حرف ما قبول بکنه، که این انداختن آب در آسیا به دشمن است. طبعا دشمن همیره میخواه که ما بین خود ما درگیر باشیم، که بسایل کوچک و خرده مشغول باشیم. پس این به خیر امت نیست که ما در این چیزها مشغول شویم. بنابراین اگر که در اون چیزهایی که اتفاق نظر هست ما او را استقبال میکنیم، عمل میکنیم. اگر ما در اون بعضی مسائل اختلاف نظر باشه، عذر یکی دیگه ما را بپذیریم، نگوییم که تو اشتباه کردی، تو باید این کارت را ترک بکنی، از تو درست نیست، از ما درست است، بگذاریم. اگر اونا پیروی یک عالم ربانی هستن، علمایی که الحمدلله در بین ما هستن، در بین ما نیستن، آثارشان هست، ما اگر از اونا علم می آموزیم، از اونا پیروی میکنیم، ما نیکبخت هستیم. نشه به خدای ناخواسته نفس ما یک ایدی که برای گمراه کردن امت کمر بسته کردن، ما در دام از اونا بفتیم. باز او وقت است که ما ای امت با این درد و رنجش هنوزم میخواییم که در همین حالتش باقی بانه، سر خود بلند کرده نتانه، جنجالایش حل کرده نتانه. بنابراین ما اولادهای عزیز ما را، شاگردهای عزیز ما را باید که جرأت و شهامت و شجاعت در گفتن حق و عمل به حق تشویق بکنیم. حالا اگر شما موافق باشین میریم به یک میان برنامه. تمنا میکنم که از حال و احوال مدینه منوره شما چیزهایی داشته باشین، با ما باشین، در مدینه منوره با ما باشین. امیدوار هستم که لحظات بعد از برنامه، باز بعد از میان برنامه، صحبت های ما را دوام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله أحيان ففض نورا وأحيان. بسم الله الرحمن الرحيم. خواهر و برادر عزیز، استاد و مربیای گرامی، ما در رابطه به نظارت در احوال و اوضاع جامعه ما بحث خود را دوام میدیم. اولادای ما باید که هوشیار باشن، ذکی باشن، زرنگ باشن، متوجه باشن که در ماحول چی رخ میده. کار خوب شده باید بپسندن، برشان بگیم که کارهای خوبه، شما باید تایید بکنید. هر کسی که کار خوب کرد او رو دوست داشته باشید، کار خوب نکرد اگه خودش اول دوست نداشته باشین، اول معامله دوست نداشته باشین، این کار خوب کار نیست. در اصلاح از او کار شما کمرتان بسته کنید. حتی ما وقتی یک کار ناپسند را میبینیم، همه طور برای بچه های ما، برای شاگرد های ما بیاموزیم که این کار نامطلوب اگر دیدین، شما کار ناپسند دیدین، دفعتاً عجله نکنین که از بیخ و بنیادش بگیرین او طرف بردین. اولی را تشخیص کنین که آیا می کار ناپسند است یا نیست. اگر ناپسند است، ایره کی انجام داده؟ این شخصیتی که یک کار بد انجام داده، کی هستی؟ با یک توجه خاص به همی عمل کنندی این کار ناپسند، شما تصمیمتان گرفته میتونین که از کدام راه باید پیش بین که این کار ناپسند دیگه صورت نگیره، دیگه انجام نشود. پس آهسته آهسته قدم برداریم، به تدریج، قدم به قدم. وقتی قدم اول شما همی خواد باشه که
شخص شناختین که امی کار ای کرده. باید یک خلوت در یک تنهایی که دیگه کس متوجه نشه و خودشه شما برش بگوین که امی کاری که تو انجام دادی کار خوب نبود عزیز دلم. اگر پسرتان کرده، اگر شاگردتان کرده، اگر دختر کرده، با بسیار مرحمت و ملایمت، ملاتفت بفهمه که شما دوستش دارین، این کار خوب نبوده که شده. نصیحتش میکنی. این کار زشت است، زشتیش برش بیان میکنی. راستی بفهمه که کار زشت است. مثل گوپدر گفت که سیگرت نکشین. سیگرت چرا نکشن؟ ما حولشان خراب میکنن، پولشان مصرف میشه، صحتشان آسیب میبینه. ما حولشان کسایی که هستن خوش ندارن که این دوده که خوش ندارن، این چرا در دماغشان بیاد، در کالاهایشان بچسبه؟ وقتی که اثر زشت زیر عمل شما برش شرح کنین، که بفهم ها راستی این کار بد بوده، نتایج خوب نداره، عاقبت خوب نداره. وقتی که شما این عمل ناپسند برش تشریح کردین، فهماندینش، باز ببینین چه عکس العملشان میده. آماده هست که دستبردار شوه؟ نصیحت کردین شما، به خوبی گفتین شما. بعضا میشه که امی خوبی خلاص شوه از این کار ناپسند. بعضی هست که نمیفهمه، هنوزم دوام میده. نصیحت کاری نافتاد. شما یک کم بترسانینشه. عواقب خرابش زیادتر برش مطرح کنید. تو باز ناپسند معلوم میشی، تو را مردم از پیشت دور میشن، این کار خوب نیست که تو انجام دادی. الحمد تو را در یک تنهایی گفتم، نشه که یک کس پیشوری مردم تو را ملامت کنه که کار بد انجام دادی. اگر که آدم هوشیار بود که دستفردار میشه، نشد، یک مرحله دیگه شما پیشتر میان، حال تهدید کنین. اولش که اگر کار خلاف شده که الله او را نمیپسنده، شما ناپسندی الله، نارضایتی الله برش بیان کنید. الله این کار شما را پسند نمی کنه. الله دوست نداره این کار را بکنی. وقتی الله دوست نداشت خفه نشه و قهر نشه و خداوند. این شما متوجهش می سازید. نشه الله باز جزا بده انسانی که سرکشی می کنه، نافرمانی می کنه از اوامر الله. ببینید که آیا کاری مفته نمفته، اثر میکنه نمیکنه. بعد همین وسائلی که از این طریق این کار ناپسند انجام داده، مثلا یک کسی قمارباز است، قمار بازی کرده، نعوذ بالله، کار ناپسنده است، بله، ولی بعض وقتا این کار صورت میگیره. حال وقتی ما در اروپایی که هستیم، بعضا در بیرون دکانه هست، جاهای هست که مردم میرن قمار بازی میکنن. اوج عیب نیستی قمار بازی، یک سرگرمی هست. گرچه هر کسی که در او دکان بالا شده، در محل قمار بالا شده، از اوج خوشحال بیرون نشده، جگرخون بیرون شده، باخته بیرون شده. ما داشتیم بزرگا میگفتن قمار باز هیچ وقت نمیبره، آخر قمار باخت است میگفتن. پس شما همین وسائلی که در قمار اینا استفاده میکنن، اونا را از پیششان دور کنین. در محل کنو میرن، از محل اینا را شما مواظبشون باشید، دیگه نبینم ما تو دو محل میری. ما مردم باز خبر میکنم که تو قمار باز هستی، قمار بازی میکنی، در جای قمار میری. یا چیزای دیگه را شما میبینید. مثلا در خانه یک فیلم را، یک سریال را میبینن اعضای خانواده که او اثر بد دارد در اخلاق خانواده، در ماحولی که در اونجا شما زندگی میکنید، کار آیا ناپسنده است. آهسته آهسته او اثر میکنه، فضای خانه را مکدر میسازه. پس با اعضای خانواده، با کسی که او شوق داره و همو روشن میکنه، همو سریال دوست داره، همو میخواه ببینه و دیگر ها هم باز کنارش میشینن میبینن، همو را شما تنها بسازین و بگین برش که عزیزم، اگر خانم است، اگر پدر است، اگر شوهر است، هر کسی که است، یک کسی در او خانه هست که او را ناپسندیده، باید او کسا باشن در او خانه. از او سبب است که ما اصرار میکنیم که
در فامیل ما کسایی باشن که این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به عهده بگیرن. شما بگوین که امی سریال یا امی فیلم یا امی چیزی رو که شما تماشا میکنین چه اثر مثبت داره، چه اثر منفی داره. و بسیار ملایمت. بالاخره اگر میبینین که نمیشه، شما باز میگین که شما وقتی که میبینین خب من متاثر میشم. بر شما آزرده میسازین. به شما مرزش ندارم. حرف بر شما پسند نمیشه. قدر و قیمت حرف من رو شما نداشته باشین. من خیلی چیکار کنم؟ عواطفشان و احساساتشان برانگیخته بسازیم. ما بعض وقت شوخی های میبینیم در بین اولادهای ما، یا اولادهای ما با شاگرده با همسن و سالشان بعض شوخی های بیمزه میکنن، بعض وقت دستبازی میکنن. مواظب باشین که خدا نخواسته بچه ها در سن و سال نباشن که در جان یکی دیگهشان دست بزنن، جای های ممنوعه باشن. شما پیش از پیش اونا رو بفهمانین، بچه گولیم اوش کنین که در جاهایی که برشان نشان بتین رو جای آره که دین جای های دوستت اگر پسر است اگر دختر است دست نزنی گناه داره، سیل نکنی گناه داره، نبینی گناه ها رو برشان معرفی کنین که بالاخره نتیجه آخری از این کار شما دست دادن شما در جان یکی دیگیتان، چوندی کردنتان، شوخی کردنتان، به جان یکی دیگیتان افتیدنتان، اینا عواقب خراب داره. شما را به یک نقطه دور دیگر برشان نشانی کنید که در اون نقطه شما را میرسانه. بعض وقتا پسرکای ما دخترکای ما خلوت میکنن با همسن و سالشان. متاسفانه در فیلم ها میبینن، در سریال ها میبینن بعضی کلان ها یگان کارهای ناپسند میکنن، اونا میبینن. پس وقتی خود از اونا خلوت میکنن با یک دوستشون، بچه ها با بچه ها، دختر ها با دختر ها، متاسفانه این چیزا در دسترس بسیار کسا قرار دادن، ایره اخلاق ضربه زدن. و همین راهی هست که نفوذ کنن در بین اجتماع، همون کسایی که اجتماعات به هم بزنن و از اون بهره بر خودشان بگیرن. شما پدر مادر عزیز مواظب باشین. در خانه ها بچه ها میاین میگن درس میخوانیم. درست در ابتدا درس میخوانن، ولی اگر در سن و سال رسیده باشن که از بعضی چیزهایی که نفس انسان است میکشانه، شیطان میکشانه انسان به بیراه میکشانه، اگر اونا از اون چیزها آگاه شده باشن و شما زمینه رو برشون شما مساعد کردین که در روزه اونا خلوت کنن، خدا نخواسته یک دستشون در یک جای یک دیگهشون میخورن یا میخیدن. بعض وقتا بچه ها دختر ها شوخ هستن، قشتی میگنن، زد و خورد میکنن. اگر باز اینو تنها شدن، شما وقت متوجه میشین که بازو دیر است. خدا نخواسته ایتو منظور من نیست که شما به اعتماد باشین سر اولادایتون، در جریان باشین کتشان، اونا رو هوشدار بتین برشان، بفهمانینشان که ای کار خوب است، ای کار خوب نیست. طبعا راه های نصیحت امو مهربانی از لطف خوش است. تا وقت شما از لطف خوش دست بردار نشین که مایوس شوین که دیگر لطف خوش اثر نمی کنن. طبعا در فطرت بعضی کسا همه طور است که شما به مهربانی و به نصیحت و به گفتار خوب او را نمی تونین بفهمانین، باید یک کم جدی شوین. بعضی کسا در جدی می فهمن، بعضی کسا در جدیت هم نمی فهمن، تا دستتان بلند نکنین نمی فهمن. پس شما نفرها را دیده و وضع دیده دست بکار شد. شما ببینیم دین عزیز ما پیامبر که مربی بشر هستند صلی الله علیه وسلم سفارش میکنن، میگن که کسی که امر به معروف میکنه باید رفتار خودش هم معروف باشه، پسندیده و شایسته و مقبول باشه. شما نصیحت میکنین، اگر عمل میکنین به عملتون هم باید، میخواین کسی کار خوب انجام بده، باید شما او عمل خوب را که در خودتون کردین او را برش نشان میدین.
باز می فرماین رسول الله صلی الله علیه و سلم که در مسلم می آید، صحیح مسلم می فرماین رسول الله صلی الله علیه و سلم که ملایمت و نرمی با هر چیز او را زینت می ده. در هر چیز اگر ملایمت باشه، ملاطفت باشه، محبت داشته باشه، همو چیز زیبا میشه، زینتش همو ملایمت و ملاطفتش است. عکس شالو بگیره. اگر نصیحت با درشتی و تندی باشه، اون نصیحت شما بی زینت ساختین، قواره اون نصیحت زشت است. بعضی کساز میگن بسیار نصیحت خوب میکنن، نصیحت خوبه است. بعضی پدرها هستن، مادرها هستن، دوستا هستن، استادا هستن، به درشتی میگن، اما حرف اولشان درشت است. پدر وقتی بر بچه خودش مثلا بگه که همین کار نکو، او رو با یک دشنام، با یک پتکه، با یک صدای بلند متوجه میسازه. او میترسه بر خطا میشه که چه کار کردم که پدرم داد زد یا یک حرف ناسزایی برم گفت. یا استادا همونطور هستن. بعض استادا هستن که چوب در دستشان است، بچه را وقت متوجه یک خطایش میخواین بسازن، گرم در فرقش یک میزنن. مادرها مثلا یک دشنام میتن، جوانمرگ، بی ادب، بی تربیه، هنوز که چیزی نشده، چطور شما وقت تمام قضاوت ها را کردین؟ شاید امو طفل، امو شاگرد در دفعه اولش هیچ انتظار نداشته باشه که برش ایتو یک برخورد میشه. او عملی اگر فکر کرده باشه که عملش ناپسند، شاید انجام نمیداد. حالا شما او رو متوجه ساختین که عمل ناپسند بوده. من یادم میاد وقتی که صنف 4 مکتب بودم، یکی از شاگردا، او وقت چوکی ها 3 نفر میشتیم، میز کلان پیش روش بود، صنفای ما خاک داشت. او وقت فرش هوار نبود یا زمین سنگ مرمر نبود، خاک بود، گل بود، بعض وقت چکک میکرد مکتب و صنف ها گل پر میشد. یکی از شاگردا داخل شدن، تفریح بود، از تفریح که آمدن 6 تن همه گیار استاد داخل میشه، معلم صاحب داخل میشه، این شاگرد آب دهنش زیر چوکی انداخت. همین کارا رو بر ما معلم ها مثلا نمیگفتن در ابتدا که همین کارا نکنین، تا که یک کار خراب اونا متوجه نمی شدن، پیش از پیش بر کسی نمی گفتن که کار خوب است یا خراب است. یاد نمی دادن که کار نکنیم یا این کار بکنیم. بعد از یک کار انجام می شد، باز می دیدیم که اونا دست به فعالیت می زدن. استاد وقت در آمد در صنف، دید شاگرده که آب دهنش زیر چوکی یا زیر پایش انداخت. همونطور راست آمد و چنان یک سیلی در روی شاگرد زد، و طفلکه که صنف 4 مکتب است، اگر 7 داخل شده باشه 11 یا 10 ساله بچه است. شما رو به خدا، او استاده که سنش 35-40 است، او دستای گرنگش، او رو یک نازنین و نازک او شاگرده جرح کرد، سوختاند. او طفلک گریه شروع شد، چنان گریه میکرد، حالا گریه کردن بلندم نمیتوند، در از درونش گریه میکنه. حالا استاد با یه دیگه قهر است، خودش هم نمیگه، حال نمیگه که چرا این رو زده، چی شد که من تو رو زدم، نمیگه. برای کفتان صنف میگه که برش بگو که چوب باشه. او کفتان رو میگه که چوب باش. میگه من نفهمیدم چی گناه کردم، چرا من رو زد استاد؟ طفلک نفهمیده. کفتان ترجمانی میکنه برای معلم صاحب که این میگه که من نفهمیدم شما چرا زده نشه. آمد پیشش و گفت که ها، این با یک لحنی بسیار زشت زنند که مربی هیچ در صفت یک مربی نیست، در صفت یک معلم نیست، در اخلاقش هیچ نیست. بر شاگرد میگه که او کلمه را به خاطر میگم که هیچ نپسند است او گفتنم کلمه، مرا شاید هیچ نمود نته. او میگه که معلم میگه این خانه ننیت است که توف کردی. نعوذ بالله، نعوذ بالله. در اینجا مادر بیچاره چی گناه داشت که شما او را پایش کشیدین؟ اگر از مادرش از صنف خبر می داشت که صنف چی حال داره و بچهش یک وقتی ایتو یک کار نمی کنه،
شما کدام وقت کدام نامه نوشته کرده بودین برای والدین که شاگردان باید شما اینطور بگوین، این کار بکنین، ورش این کار بگوین نکنه، صرف کامد اینطور باشه؟ اصلا نبودی، برنامه نبود در زندگی ما. نه پدر مادر در جریان بود، نه معلم بود. پدر مادر هم وقت شاگرد می آوردن، بچه شان می آوردن دست معلم، می آوردن می گفتن که گوشت پوستش از تو، استخوانایش از ما. سبحان الله، ای بود تعلیم، ای بود تربیه. پدران می فهمیدن که استادا بی‌رحمانه، می زنه بچه شانه. بازم او را جرأت می دادن که بله بگی، گوشت و پوستش از تو، استخوانایش از من. اونا به تو استخوانایش برای پدر و مادرش روان می کردن. خب این خب تربیه نبود، این منع کردن از یک کار ناروا و ناپسند نبود که بغیر از اینکه عقده تولید کنه، کینه و کدورت در برابر معلم پیدا شد و در برابر همون کسی که این دستور داد که کار بد کرده. نصیحت اگمی هست بسیار ناپسند، زیبا نیست، زشت است. رسول الله فرمودن صلی الله علیه وسلم که ملایمت و نرمی که هر چیزی که باشه او را زینتش است، او را زیبا می سازد، عکسش او را زشت می سازد، قبیح می سازد. پیامبر علیه السلام باز در همین صحیح مسلم می آید که فرمودند خدای تعالی ملایم و مهربان است و ملایمت و نرمی را دوست دارد و در هنگام نرمی به آدمی می بخشد. سبحان الله، آنچه را که هنگام شدت نمی بخشد. شما با یک دعای پرسوزتان از الله یک چیز بخواهید، الله فورا می بخشه شما را. الله ملایمت دوست داره، مهربانی گردن شکسته رو بگویم الله دوست داره، قلب شکسته رو خریدارش الله هست. او سر بلند، از بینی بلند، کبر، غرور، زشتی، اینا رو الله دوست داره. ببینیم که در اخلاق پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم چی چیزهای هست، چی رقم برخورد میکردن با همو جامعه که از جاهلیت نو میخواست نجات پیدا بکنه. ما در صحیح بخاری میخوانیم که یک جوان میآید، ببخشید در روایت از امام احمد است رحمت الله علیه، میگن که ابی امامه ای را بیان میکنن که جوان به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و از اونا گفت ای رسول الله، ای پیامبر خدا، آیا اجازه میتین برای من که زنا کنم؟ نعوذ بالله، چه یک سوال زشته. صحابه مبارکان نشسته بودن، اونا خشمگین شدن، قهر شدن، نزدیک بود که از جایشان بخیزن و جوان سرش حمله بکنن. گپی بسیار زشت زد، اما با کی؟ با پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم. پیامبر اونا را آرام کردن که صبر کنین. گفتن بیا پیش، بیا عزیزم، تو پیش بیا. وقتی که پیش آمد، پیش رسول الله مبارک نشست صلی الله علیه وسلم، رسول الله پرسان کردن که آیا زنا را بر مادرت میپسندی؟ نعوذ بالله. پیامبر گفتن، برای اینکه یه حرفی که زده باید واضح شه برش بفهمه، گفتن آیا مادرت تو برش میپسندی که مادرت زنا بکنه؟ نعوذ بالله. بچه غیرت داره، شهامت داره، انسان است، در فطرت انسان هست این چیزا. میگه یا رسول الله نه خیر، اصلا مادرم چطور؟ من به مادر میره رو ببینم؟ خب میگن عزیزم، خود دیگرام نمیخوان که با مادرشان کار صورت بگیره. بازش سوال میکنم، آیا تو با خواهرت میپسندی که خواهرت با خواهرت کسی زنا بکنه؟ نعوذ بالله. گفت نه خیر یا رسول الله، چطور من اجازه میدم که با خواهرم کار شود؟ خب دیگرام میره نمیخوان که با خواهرشان کار شود. نبی رحمت
نگفتن که شما این بچه رو یک دفعه بسته کنین که ما این ادب بتون زبان ازیره بکشین که ما یک زبان ازیره تو بتون. در خانه های ما، بچه های ما، خود ما وقتی که شوخی میکردیم یا گپای خراب از زبان ما میبرامد، تو بکش زبان ازیره که ما یک سوزن بخلان. زبان ازیره از بوریدن است. جوان دیگر چیزایی را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنید که پیامبر عزیز میگن که آیا با امید با خالد همین خانما را یکی به دیگر کسایی که رابطه داشت، رابطه خونی سلی رحمی داشت با این جوان، اینا را نمایش گرفتن که با اینا تو لازم میبینی دوست داری که با اینا کس زنا کنه. استغفر الله یا رسول الله، فدایت شم، قربان شم یا رسول الله، هرگز هیچ نمیخوایم با او کسایی که شما یاد میکنید که به اینا زنا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستک مبارکشان در سینه جوان میمانن، دعا میکنن خدایا، خدایا قلب ازیر پاک کو، گناهایش ببخش، این شرمگاه ازیر خدایا از گناه مسئول بدار. صلی الله علیه و سلم، اینا بودن مربی، اینا بودن دلسوز به امتشان، به مردم. او جوان نمیفهمید زشتی از این گناه، زشتی از این عمله که اگه خودش انجام میداد چطور باش. چند کلمه و در اخیر ایره مثل که داغوششان بگیرن، عزیز دلم تو چی گفتی؟ و ایره دستکشان در سینیش میمونن، در حقش دعا میکنن که خدایا ای بچه ای نازنینه از این زشتی ها پاک. شما رو به خدا دیگه او بچه ای کار در زبان دیگه نمیگیره. نفرت پیدا کرد از این و از جای خود از پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم خیست و اجازه خواست که قربان شم، فهمیدم، رسیدم مگر. ولی مربیای عزیز، پدر و مادر گرامی، شما عزیزایی که سبب بزرگ میشن، اینا باید اینا متوجه باشن عمل بد چی هست، عمل بد چی رقم کسی از دل از فکرشان دور کنه که خودش هم کارا را بد دیده باشه، در عملش هم پیاده کرده باشه و طریقی بیان همی زشتی ها را به اینا یاد بده که اونا راستی از اون نفرت پیدا کنن، دور شون. همه تو که کار خوب برشون معرفی میکنیم، نماز بخوان بچی گل، نماز تا وقتش بخوان دختر عزیز، نماز خدا دوست داره، نماز تو را به سعادت میرسانه، مزایای نمازه، فضائل نمازه، چرا نماز میخوانه برش گفته بریم، چرا الله اینقدر تأکید کرد در نماز. شما از این حال شما نماز دوست داشته باشید، با نماز سر و کارتان باشه. ما امروز در کاروان ما وقتی که عزیزکا اطفال آمده بودن، بچه های خرد آمده بودن، حتی ممکن است که از دو سالک خردتر بود، پدر و مادر مهربانشون رو با خودشان آوردن، بچه هایی بودن که جوان شده بودن، میرفتن و حال میریم طواف میکنیم، ما خانی خدا را میریم دست میزنیم، ما میریم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنیم، برای خود برنامه میرفتن که ما کی بریم که بیروبار نباشه. ما در حرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک باغچه که از باغچه های بهشت داریم، رسول الله برای ما معرفی کردن صلی الله علیه و سلم که در بین محراب و منبر ما یک توتی از باغ های بهشت است، هر وقت اونجا آمدین و را یافتین دو رکعت نماز بخونید. دیشب یک جوان خدا همراهش باشه، یک جوان دیگر را تشویق میکرد، میگویم تو را جنت میبرم. دوازده شب رفتن، شما باور کن نماز صبح خواندن آمدن، حتی یکیش نیت کرده بود امروز که من روزه میگیرم، وقت چای صبح شد من خواستم بگویم که عزیزه بیدار کنم بریم بچیم چای صبح بخوریم، او رفیقش گفت که کاکو جان این نیت روزه کرده امروز،
گفت امروز جمعه است؟ دیروز گرفته بود؟ گفت نه، دیروز یادش رفته بود پنجشنبه است. امروز گفت من روزه میکرم. با او زلنگی و ماندگی که از 12 شب تا نماز فجر اینا در حرم شریف بودن، با الله راز و نیاز کرد. کاش در جوانی ما هم همه تو کارا میکردیم. او جوان و عزیزکای من، شما از این فرصت ها استفاده کنید. خدا و پدر و مادر از اینا را بیامرزه، ازشان راضی باشه که اولادکایشان روان کردن، بعضشان خودشان که در اولاده آمدن، بعضشان اولادهایشان در سن و سال بودن که اونو میتونستن بیاین آمدن. پدر و مادر عزیز، شما عزیزای من که در مدینه هستین، شما که در مکه مکرمه هستین، بعضن میشنویم میگن که در اینجا بعض کسها هستن 70 سال شده در جوار مکه هست، در جوار کعبه هست، صدای اذان هر وقت رو میشنوه، ولی 70 سال شده یک بار سر در این کعبه، در این مکه، در حرم مبارک پیش نکرده. با الله پناه ببریم. پدر مادر از او کجا بوده که او پسرکه که 70 حال 70 ساله هست نبرده بوده در حرم؟ این طفلکایی که آمدن، او محبت حرم، او محبت خانه خدا را در قلبهایشان داخل کردن، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبهای اونا داخل شد. اونا با همین روحیه زندگی میکنن. اینا باز در اون همو جای میرن که در اونجا دیار بود که ما در اقلیت بودیم. حال یک میان برنامه را میبینیم، صحبت های ما را انشاءالله دوام میدیم. تا دیدن بعد شما، السلام علیکم و رحمت الله. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود، باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم
بردم نام محمد ورد زبانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد گذشته ام من عیش جهان را عیش جهانم نام محمد عیش جهانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد آرام جانم نام محمد ورد زبانم نام محمد ورد زبانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد محمد نام محمد أوحى به الله وحياً ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. خواهرها و برادرها ارجمند، حال انشالله که تلفونا هم باز است، شما هم اشتراک کنین، شما هم صحبت که در این رابطه داشته باشین بگوین، صدای گرم شما را بشنوم. امیدوار هستم که لحظاتی که باقی مانده در همین موضوع صحبت بکنیم که بچه های ما را ما چه قسم جرأت بتیم، چه قسم شجاعت گفتن حق داشته باشن و باز عمل کردن به حق داشته باشن. ما می‌بینیم پروردگار عز و جل حبیب خودش را تربیت کرد، خلق عظیم یا خلق عظیم اخلاق پیامبر اخلاق قرآن بود صلی الله علیه و سلم. خداوند عز و جل در سوره آل عمران است که می‌فرمایند اعوذ بالله فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله. اگر مو لطف و مهربانی الله هست که خودت به نرمی کردن به امتت واداشت، این مهربانی های الله هست که تو با نرمی با ملایمت و با ملاتفت به مردم تو برخورد میکنی. اگر تون خوی میبودی مردم از چهار طرف دور میشدن. خدا نخواسته اگر قلب تو سخت میبود تو با مردم زشتی میکردی، از چهار طرف مردم میرفت. آله کسایی که نمیفهمیدن کارای ناپسند کردن تو را آزرده کردن، اونا را ببخش. سبحان الله. فعفو عنهم و استغفر لهم الى آخر آیت که اونها را تو عفو کن، از ما برشان طلب مغفرت کن. پیامبر عزیز ما را الله همه تو را دستور میده، الله همه تو تربیه کرد. پس ما اگر اولاد ما را همه تو تربیه میکنیم چه خوشبخت خواهد بودیم. ما همه طور که عرض کردم این فامیلایی که با ما آمدن عمره، سبحان الله،
هر کدومشان شما میبینین بچه ها نیمچه جوان جوان اطفال نور میباره از چهار طرفشان. ما برادر یا خواهری از زنگ میزنه، بلی بفرمایید صدایتان رو میشنم. سلام علیکم، برنامه رحمت است. بله بفرمایید صحبت کنین. بله سلام استاد محترم، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز بفرمایید صحبت کنین، صدایتان رو میشنم. من بسیار این پروگرام شما را خوش دارم، بسیار خداوند شما را اجر فضا و ثبت کنه، بسیار پروگرامتان خوبش از زبانی همین جوانا. ما خودم یک سوال داشتم، از خودت نمیفهمم که ما چه قسم کنم. بفرمایید سوال اگر که عمومی از بگوین، اگر خصوصی از باز که انشالله در گوشی را نی خواهرکم، اگر که نمره خود استودیوی ما را از هامبورگ پیشتان باشه انشالله در برنامه دیگه باز زنگ برم بزنیم. اگر عمومی از بگوین باز ما بر شما خصوصی زنگ میزنیم انشالله. بسیار خوش شدم از تلفونتان، موفق باشین. سلام علیکم و رحمت الله. ما برای تشویق فامیل هایی که بچه هایشان روان کردن و کسایی که با ما آمدن، یک اطمینان برشان از امی منبر میتونم که اونا انشالله همگیشان جور هستن، فامیل ها در تشویش نباشن. انشالله روز یک شنبه ما صبح در شهرهای مختلف آلمان خواد بودیم، در هامبورگ و مونشن و کلن و فرانکفورت. انشالله با توکل الهی به موعده هایی که بر شما داده شده روز یک شنبه شاید که کلگی ما قبل از ظهر برسیم. همگیشان جور هستن، سلام هایشان هم بر شما میرسانم. طبعا وقتی ما از ملایمی و ملاتفت گپ میزنیم، ما اثر از ایره فایده های از این نرمی را، نصیحتی که به نرمی باشه، نصیحتی که به محبت باشه، به اخلاص و دلسوزی باشه، برای هر کس باشه، حتی به دشمنتان شما اگر به نرمی گپ بزنین، او هم که انسان است، قلب داره، ولو قلبش سنگ باشه بالاخره نرم میشه. و ما در گفتار خود ما مطمئن باشیم که وقتی ما یک حرف را به خیر یک کسی میزنیم، انشالله اگر او نفهمه، فعلا دفتن نفهمه، آینده خود فهمید. اگر او نفهمید، کسایی که در ما حول هستن اونا میفهمن. پیش الله ما مقام ما هست، جای ما هست، مزد ما را گرفتیم. بعض وقت شاید ما در همین گفتن خیر، در همین گفتنی که قصد ما اصلاح باشه، قصد ما خیر و سعادت طرف مقابل ما باشه، پس ما مایوس نشیم. حتی بعض وقتا اگر به طرف ما شدت شود، کسایی بگن که با تو غرض نیست، تو چی کار هستی که من نصیحت میکنی، که میگن متاسفانه. بچه های ما اگر با همی زیور، با همی اخلاق، با همی عادت کرد که نصیحت کنه و نصیحت با کدام شکل کنه، به مور رقم ملایمتش، امو تدریج، امو مرحله بر مرحله در اصلاح کوشش کنه. نخواهی که یک آدم مثلا یک کس سگرتی هست دفتن فردا سگرت خود ترک بکنه، یک اخلاق، یک صفت خراب دیگه داره، نباید انتظار داشته باشه که دفتن با هم یک گفتن تو دستوردار شود. کاهل نماز است، تنبل است در نماز. دو دفعه شما او را متوجه کردین، نفیسی هم دیگه انتظار از این باشین که پنج وقت نماز بره در جماعت بخونه. دعا کنین که خدا همتون کنه، ولی شما بی حوصله نشین، کار از دست ندین، نگوین که نمیشه. چرا؟ این کار میشه، ولی شما رو ممکن است که برخورد شدید کنن، شما رو آزار بدن، شما رو اذیت کنن. اینه برای بچه ها میره بفهمانیم که شما وقت حق گفتین انتظار از طرف مقابلی رو داشته باشین که شما رو برتون عکس العمل خراب نشان بده. به وقت آگاهانه شما داخل یک مسئله میشین. به خاطر ما ببینیم که حضرت لقمان
سوره از در قرآن مجید به نام لقمان. خیلی نصیحت هست، اکثرش از برای بچه ها هست. الله منان، الله مهربان، از زبان حضرت لقمان بچه های موشبه را تربیه میکنه. در خود سوره لقمان میخوانیم که اعوذ بالله، یا بنیه اقیم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. صدق الله العظیم. چه نازنین میفرمایه الله منو. بله بفرمایید. سلام علیکم، برنامه رحمت است، صحبت بکنین. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، در صحیح بخاری یک حدیثی هست، خواستم ببینم میتونید برای من توضیح بدید یا؟ بفرمایید. صدای شما مثل که قطع شد برادر عزیز. بله، حضرت لقمان برای پسر خودشان نصیحت میکنن که بچی گلم نماز بخوان، مردم به خوبی دعوت بکو، امر به معروف بکو، به نیکی ها مردم دعوت بکو، امر بکو که کار خوب انجام بدن و از کار زشت و ناپسند اونا رو منع بکو. سبحان الله. بفرمایید. برنامه رحمت، السلام علیکم. مثل که باز صدای شما قطع شد. حضرت لقمان میفرمایند برای پسرشان که بچی گلیم نماز بخوان، امر به معروف بکو. بله بفرمایید. برنامه رحمت، السلام علیکم، صحبت بکنین. شما که صحبت نمی کنین دیگه، من گپ ما دوام میتم. امر به معروف بکن، مردم به خیرشان، به نیکی ها دعوت بکن و از بدی ها، از کارهای ناپسند اونها رو منع بکن. و به دایی را هرچی برای تو رسید، اگر خوب یا خراب، اگر با تو زشت معامله کردن یا گفتن خیر ببینی که ما را تو نصیحت میکنی، خود صبر بکن. زیادتر منظور در اینجا شاید همی باشه که اگر به تو عکس العمل خراب کس نشان داد. برنامه رحمت، السلام علیکم، بفرمایید صحبت کنین. مثل که خطا شد یا خودتان قطع کردین. اگر که بر تو در این راه که دعوت کردی مردم به خیرشان و منع کردی از کارهای زشتشان، اگر بر تو برخورد درست نکردن، مناسب صحبت تو، بر علیه صحبت تو صحبت کردن، بر خطا نشو، صبر بکن. همی استقامت تو، همی صبر تو در این کار، انشالله که کار جور میشه. یعنی مثل که ما بگیم که در این کار باید ما مقاومت داشته باشیم، باید صبر بکنیم. بنابراین این کار ما، این آزمایش است. الله ما را امتحان میکند در این کار. که آیا وقتی تو دعوت به خیر کردی و از کار بد جلوگیری کردی، اگر به مقابل تو کس زشت معامله کرد چه کار میکنی؟ بفرمایید. برنامه رحمت، السلام علیکم، صحبت بکنین برادر. برنامه رحمت، السلام علیکم. مثل که کسی هست که ما شما رو نمیمونه گپ بزنیم. به هر ترتیب لاین ها بعض وقت همه طور میشه. یعنی در این راه اگر که شما ملامت شدین، شما رو کسی اذیت کرد، آزار داد، شما این یقین بدانین که پروردگار عزیز نتیجه کارتان پیشش حفظ کرده. این راهی که شما رفتین، این آخرش بهشت است. سبحان الله. کم از کم کفاری گناهانتان میشه اگر کسی با شما برخورد کرد،
که چرا ای گپ زدی، چرا برای خودت چه غرض بودی کار کردی، ما را ضرور نیست که تو بیخیزی ما را نصیحت بکنی. به او خاطر شما پیش الله اجر و پاداش خودتان گرفتین. به هر ترتیب ما میبینیم که در سر راه ما اگر که کار خیر است مشکلات است، خدا نخواسته در کارهای شر با ضروره نفس انسان، شیطان، شهوت انسان میکشانه، ولی نتیجهش بد است. صبر و حوصله کردین، در راه خدا مبارزه کردین، زشتی و سختی به مقابلتان بود. برنامه رحمت، السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. قطع نکن. زنگ میزنم قطع میکنی. نه، ما که شما را فقط انتظار حرفتان هستم. من در صحیح بخاری در مورد خودکشی پیامبر یک حدیث است. خودکشی میخوام اینو برام توضیح بدید. بفرمایید صحبت کنین. بله، در مورد در صحیح بخاری حدیثی هست که در مورد خودکشی پیامبر صحبت میکنه. من میخوام در این مورد برام توضیح بدید. بسیار خوب، یادداشت کردم برادر. بسیار تشکر. سوالتان ما گرفتم. منتها در این موضوع ما که هیچ ارتباط نداره، یک. دوم نمیفهم که شما چی ارتباط داشت به این صحبت ما. شما اگر در برنامه که مربوط همین جایگاه سنت هست، اگر شما در این برنامه زنگ بزنین انشاءالله جواب درستتان رو میگیرین. شما رو خدا خیر بده. دکتر سبیه بزرگوار احسان الله در اون برنامه تشریف دارن، اونا به این سوال شما انشاءالله جواب قناعت بخش خواهد دادن. تشکر از تلفنتان. ما تقریبا 6-7 دقیقه به آخر برنامه است. امیدوار هستم که برادرها اگر زنگ میزنن، خواهرها اگر زنگ میزنن، در همین موضوع ما صحبت بکنن که ما چی رقم میتونیم که حرف خوب ما را با کرسی بشانیم. یک کسی را به طرف خوبی ها دعوت کنیم یا یک کسی را جلویش را بگیریم. و ایره ما میخواستیم که بر اولادهای ما یاد بدیم. فردا اولادهای ما وقتی بزرگ میشن، اینها این صفتها را داشته باشن که یک ناصح خوب باشن برای اجتماعشان، خیرشان برای مردم برسه. ما میبینیم یک مطلب دیگه هم هست که پیامبر عزیز که نمونه هستن. شما کاش که پیامبر امتی بودنش افتخارش می داشتین. الحمدلله ما نور چشم ما هستن. ما افتخار می کنیم که پیامبر داریم، محمد است صلی الله علیه و سلم. مربی بشریت هستن، ناجی بشریت هستن. بشری که امروز در بدبختی ها غرق است، در ظلم ظالم ها اسیر مانده، پیامبر عزیز ما نسخه هایی دادن که ما از اون نجات پیدا میکنیم، ولی کسی که نمیخواه اختیارش. بر ترتیب ما میبینیم که یک داستان از صحابی مبارک حضرت معاویه ابن الحکم هستن که اینا خودشان میگن که ما در صف نماز بودیم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز میدادن و در این نماز خواندن ما یک کسی از جمله نمازخوانا عرصه زد. ما در برنامه های قبلی گفته بودیم که ارجمندان ما را که وقت عرصه زدین شما الحمدلله بگویید، ولیکن در نماز نی. در اینجا هم یک حادثه است یا یک واقعی است که در داخل نمازی کار شده، کسی عرصه زد و حضرت معاویه ابن الحکم اینا جوابش دادن، گفتن که یرحمک الله، اما در داخل نماز. دیگه کسایی که در جماعت بودن، در نمازگزارا بودن، اینا خودشان قصه میکنن که اینا مثل که یک حالت خشمناک به خود گرفتن و طرف ما میگه نگاه کردن با یک چشمای خشم آلود و غضبناک. اینا هم دیگه به حوصله شدن میگن ما هم گفتم که مادرتان به اعضایتان بشینه. سبحان الله، چرا این رقم به مسائل میکنین؟ چه گناه کردم؟ و از صدد من الحمدلله گفت و یه همون کلا گفتم. همین تلفونم هم بگیریم. بله، بفرمایید برادر یا خواهر عزیز. سلام علیکم، برنامه رحمت است.
خب صحبت نمی کنید. این صحابی مبارک میگه که طرف کسایی که به طرف من بد سیل کردن، من گفتم مادرتان به اعضایتان بشینه، چرا تو طرف من چپ چپ سیل میکنین؟ اما چون در نماز بودیم اونا دیگه نمیتونستن کدام گپ بر ما جواب بدن. خود صحابی میگن که دیگر ها چون کل ما در نماز بودیم دیگه نمیتونستن با ما حرف بزنن، که ولیکن با دستایشان در زانوهایشان زدن، طرف طرف زدن در زانوشان که آرام نماز میخوانیم و اشاره فهماندن. بعد دیگه سخن کسی نگفت و ما هم چپ شدم. نماز وقتی که خلاص شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا میگن، حضرت معاویه میگن ابن الحکم که پدر و مادر فدای پیامبر شود. وقتی که سلام گشتاندن و به ما یک تعلیم دادن، قسم خودی صحابه قسم میخوره که و ما تند سخن نگفتن، مرا دشنام ندادن، مرا نزدن. سبحان الله، انتظار همه چیزها را داشت. قال پیغمبر چرا یک کار بسیار در داخل نماز یک بی‌نزاکتی شده؟ پیغمبر علیه السلام بگردانن و اینا را قسمی که انتظار داشت، شاید که مرا دشنام بتن بزنن و داد بزنن حداقل. ولیکن پیغمبر عزیز فرمودند نماز تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است، صحیح نیست که غیر از نماز دیگه حرفا بزنه آدم در اینجا. این در صحیح مسلم میایه. ببینیم پیامبر عزیز خود نمیفهمیدن اینا که در نماز آدم نمیکنن، پس باید به خوبی فهمانده شود. حال امی اثر میکنه، همین خوبی پیامبر عزیز که دیگه در زندگی خود کسی در داخل نماز اگر عطسه بزنه، اگر سرفه بکنه، اگر هر کار بکنه، یک عمل ناگاه ازش سر زده، انسان از این کار میکنه، عطسه میزنه، ولیکن حرف دیگه نمیزنن. سبحان الله، قربان شهیم با او پیامبر رحمت. ما در دقایق اخیر برنامه هست، ما از عزیزا خصوصا پدر و مادرها تمنای ما این است که اولادکایتان مواظبش باشید. اولادها امانتهای الهی است. اینا را درست مواظبت بکنین. چیزایی را که دوست دارین برشان بتین. چیزایی را که ناپسند است هشدارشان بتین و کار نکنن. و تمنای از این که این برنامه به خیر ما و شما تمام شوه و سفر ما هم به خیر صورت بگیره. از دیار رسول الله دعا میگیریم، میریم به طرف هامبورگ و انشاءالله که در برنامه دیگه ما شما را از هامبورگ ملاقات بکنم. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. روز و شب شما بخیر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحياً ففض نوراً وأحياً به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. Mm-hmm.